خدا بریم ادامه دوره جاوا اسکریپت. جاوا اسکریپت تقریبا یه 4-5 تا مبحث دیگه در موردش مونده. حالا مبحثی که ازش مبحث مهمی هم هست، یعنی یکی بحث دیت تایم هست، یکی بحث بام ها یا همون بروز را آبجکت مدل ها هستش، دام هستش، همون داکیومن آبجکت اورینتد آبجکت مدل هستش. اینا رو بررسی بکنیم، چند تا مثال متفاوت هم توشون بزنیم، مثل اسلایدر و تب و کاروسل و حالا چیز مثالی که میشه واسه جاوا اسکریپت زد در حد معمولیش، نه حالا خیلی سنگین چون تو جیکوئری میشه خیلی راحت پیاده کرد اینها رو. من زیاد دیگه حرف نزنم برم سراغ کارمون. اینم که نحوه ساخت اینا رو بلدین دیگه، حالا تو اچ‌تی‌ام‌ال بلد نیستین بهتون تو HTML هم گفتیم، ولی اینکه حالا من یه تگ پی دارم میسازم، یه آیدی دیمو هم گذاشتم و قبلی هم این کار رو میکنم، مثلا نوشتم پی آیدی مثلا دیمو وان، مثلا یه آیدی دیمو وان میسازم. اینا رو بلدیم، اگر هم بلد نیستیم بریم فیلم های در واقع HTML CSS رو از بیس گذاشتم، اینا رو توش توضیح دادم، قشنگ میتونید درستش بکنید. خب من میخوام مقدار دمو رو بگیرم. خب خیلی ساده است، میشه document در واقع document.getElementById و دمو، و میخوام توش یه چیزی بریزم، حالا دمو .inner text inner html مثلا میگیم های همچی چیزی ها کار شفاف همه نگم نگیرم، یه چیزی رو اومد شعر به این داره چاپ میکنم. حالا من میخوام توش زمان رو بریزم. خب من یه ور میسازم، میسازم به نام یه متغیر به نام دیت و نیو میکنم دیت رو. این دیت چیه؟ یه تا در واقع نیو دیت دارم میکنم، در واقع دارم از روی کلاسی به نام دیت یه آبجکت یا نمونه میسازم. بعضی آبجکت اینا چی هستش؟ حالا انشالله بحثای اوپی یا آبجکت اورینتد رو من فکر میکنم هم تو این هفته تو سی شارپ و هفته حالا فکر کنم یک دو ماه آینده تو پی اچ پی بعدش شروع خواهیم کرد و اینا رو کامل توضیح خواهیم داد. در واقع اینجا من دارم از یک کلاسی به نام دیت نیو میکنم، یه آبجکت میسازم به نام دیت و میام اینجا این دیت رو قرار میدم. حالا اگر این رو اجرا بکنم ببینید اومد داره میگه امروز فرایدی در واقع دسامبر هستیم 21مش و شما اگه ببینید در واقع فرایدی دسام 21 میشه و 2018 ماه آخریم دیگه، تقریبا یه 8 روز دیگه تموم میشه. خب اینجا هم همین رو اومده گفته امروز جمعه است، دسامبر هستش، 21 2018، ساعت دقیقه ثانیه ها، اینو اگه من هی 5 بزنم ساعت و دقیقه شون ها میاد تقریبا. اینم جیمت که در واقع داره میگه ما تو ایران هستیم، اون بحث در واقع چی میگن بهش، این زون هستش، منطقه‌ای که ما توش قرار داریم رو اومده داره بهمون نشون میده به چه صورت هستش. خب پس ما به وسیله این دستور نیو دیت میتونیم یه همچین چیزی رو بیایم داشته باشیم. خودش میتونه اینیشیالایز هم بشه، یعنی مقدار دهی هم بشه. اینجا رو ببینید داره میگه در واقع سالتون رو بگید یا ایرتون رو بگید. من برمیگردم مثلا برمیگردم یه دوزاری اینجا برمیگردم یه ماهتون رو بگیم، میگم دو علکی ها، این یه چیزی که خودم دارم میسازم. روزتون مثلا میگم ده، چه میدونم مثلا ساعتتون میگیم 20 چیزی باشد و دقیقتون مثلا باشه 20 و ثانیتون هم باشه 20 و این میلی سکند هم داره مثلا بگو 100 ساعت که نداره ساعت نمیشه. این علامه افتباز داره که بزنم ببینید اینجا ها مقدار دهیشون مثلا ساندی میشه، ماه مارس میشه، دهمش در واقع 2019 20 مثلا همچین چیزی رو اومد برای ما مقدار دهی کرد و نمایش داد. در واقع من مقدار دهیش کرد. حالا اینا میتونه کم و زیاد کنه دیگه، مثلا من میام اینجا واقعا نمیخوام مثلا ساعتم و میلی ثانیه هم قرار بگیرم، میام میذارم اینجا. ببینید این مقادیری که ما نذاشتیم به ازای صفر گذاشته، یعنی برای ساعت و دقیقه و ثانیه رو اومده صفر گذاشته. ببینید ولی من 10 2 مثلا برو گذاشته اومده مقدار دهی کرد. حالا میام اینو اصلا کلا فقط زمانش رو میذارم و Alt F2 رو میزنم. ببینید فقط 2019 رو قرار داده، اینم به صورت بای دیفالت 01 در واقع
این مقدار فکر کن تیوزدی باشه این، اگه اشتباه نکنم سه شنبه داره میذاره مثلا پاره جانیوری که هستش. خب 2019 حالا میتونستم مقدار دهیش هم نکنم، یعنی اگه مقدار نیدم کنم که اصلا مقدار ندم که خودش میاد بای دیفالت چیزی رو که امروز هستش رو میاد نمایش میده. خب این بحث دیت و استفاده از دیت و مقدار دهی کردنش، حالا چند تا آپشن دیگه داره که تو فیلم بعدی آپشن هایش رو هم بررسی میکنم.